اوکی، سلام دوباره. به قسمت سوم برنامه خوش آمدید. من فرهناز هستم. به برنامه خود درمانی و خودشناسی خوش آمدید. صحبت راجع به این بود که چطور بتونیم به خودمون کمک کنیم که تناسخهایی داشته باشیم که در مسیر نور هستن و این به نفع ما هست. چون وقتی که در مسیر نور باشیم برای خودمون ورچوی بیشتری به دست میاریم که این هم به نفع ما هست، هم در این عمر هم در عمرهای بعد. چون هر چقدر درست کار باشیم، صادق باشیم، ورچو به دست بیاریم، داریم جاده زندگیمون رو در این عمر و عمرهای بعد بهتر و راحتتر میکنیم، با رفاه بیشتر، با سلامتی بیشتر، با روابط بهتر، پر عشقتر، بدون کشمکش. هر چقدر که به خودمون نسبت به خودمون و دیگران بخشنده تر باشیم، خودمون رو به راحتی ببخشیم و دیگران رو به راحتی ببخشیم و غرور رو رها کنیم و صداقت داشته باشیم و درست کار باشیم، اینها خصوصیاتیه که بسیار به نفع ما هست، هم در این عمر هم در عمرهای بعد. یه دیدگاه بسیار کاذبی که باید رها بشه اینه که خیلی از افراد این دیدگاه رو دارند که نمیتونی آدم خوبی باشی و شرایط خوبی هم داشته باشی، شرایط مادی خوبی هم داشته باشی. این یکی از دیدگاه های کاذب دیگه یه که باید رها بشه. خود این دیدگاه مانع فراوانی و ثروت میشه. که مثلا آدم های خوب نمیتونن پولدار باشن یا شرایط مادی خوبی داشته باشن. این یک باور کاذبه که باید تغییرش بدید، رهاش کنید. یه دیدگاه کاذب دیگه اینه که کس نمیتونی همزمان آدم معنوی باشی، آدم با خدا باشی و آدم پولدار. خود این مانع، این دیدگاه مانع فراوانی و ثروت میشه. در حقیقت مطلب اینه که من میتونم آدم آگاه باشم، معنوی باشم، با خدا نزدیک باشم، حس و ارتباط نزدیک با خالق داشته باشم و همزمان فراوانی و ثروت هم داشته باشم. فقط مسئله اینه که وابسته به ثروت نباشیم، نه اینکه ثروت نداشته باشیم. چون این یه مطلبی هست که در مذهب‌های قدیم و مرحوم قدیم اشتباه افراد متوجه شدن. ما میتونیم صادق باشیم، درستکار باشیم، آدم نزدیک به خالق و معنوی باشیم و پولدار هم باشیم، ثروت هم داشته باشیم. فقط مهم اینه که وابسته اون ثروت نباشیم، ولی میتونید رفاه مادی داشته باشی و ازش به خوبی استفاده کنی، هم برای خودت هم برای کمک به دیگران. باورهای کاذب زیادی هست که ما باید رها کنیم و تغییر بدیم که بتونیم شرایط بهتری در زندگیمون داشته باشیم. چون یکی از موانع دیگه همین دیدگاه ها و باورها هستند که در مانع ما میشن. کارما یکی از موانع هست که البته خود کارما ریشه ذهنی احساسی هم داره، ولی باورهایی که ما داریم یه سری از این باورهای ناخودآگاه از عمرهای قبل با ما هست و این قسمتی از کارما هست. باورهایی که با خودت از عمرهای قبل میاری، این باورها قسمتی از کارمای تو هستن که این باورها میتونن موانع باشن و در اکثر موارد مانع ها کارما ذهن و احساسه، ولی خود باورهای ناخودآگاه هم قسمتی از کارما هست، هم در شرایط ما خیلی نقش بازی میکنه. و این باورهای ناخودآگاه فقط از این عمر نیستن، از عمرهای قبلن و اینا باید تغییر پیدا کنن. و یک باور قدیمی از عمرهای قبل که در ما هست، از عمرهای قبل که مثلا تو بعضی از عمرها تو ممکنه مسلمان بودی، مسیح بودی، جود، یهود بودی، نمیدونم مذهبهای مختلفی ممکنه داشته باشی، و این باور که مثلا اگر میخوای آدم با خدایی باشی باید
نمیشه پولدار باشی، این یک باور کاذبیه که در چندین عمر این تأکید شده. یعنی این باور میتونه، چون در عمرهای متعدد در هر عمری که مذهبهای متفاوت داشتی این دیدگاه بوده، چون هنوزم هست این دیدگاه در مذاهب مختلف، این دیدگاه هست. و اگر که در عمرهای قبل، تناسخهای قبل و مذهبهای متفاوتی که داشتی این باور دائم به تو داده شده و تأکید شده، این میتونه یکی از باورهایی باشه که هی تقویت شده، باور کاذبی که تقویت شده و تو خیلی به باور گرفتی، و این میتونه یکی از باورهایی باشه که مانع فراوانی ثروت میشه، که تو فکر میکنی نمیتونی آدم در مثلا خوب و درستکار باشی در مسیر نور و همزمان رفاه مادی هم داشته باشی. این یکی از باورهایی که هم میتونه مانع فراوانی و ثروت بشه، هم میتونه باعث بشه که تغییر مسیر بدی. یعنی چون باور کاذب داری که من نمیتونم هم مسیر معنوی داشته باشم هم رفاه مادی، این میتونه باعث بشه که انتخاب بکنی در مسیر نور نباشی. چون مثلا اگه مادیات برات خیلی مهم باشه، این باور کاذب ممکنه باعث بشه تغییر مسیر بدی و بگی که من پول و رفاه مادی برام خیلی مهمه، پس من میرم آدم بده میشم برای که میخوام رفاه مادی داشته باشم. و ریشه ممکنه همین باور کاذب باشه که همزمان رفاه مادی بودن و معنوی بودن ممکن نیست. یعنی هم ممکنه مانع فراوانی و ثروت بشه، هم خود همین باور کاذب ممکنه باعث تغییر مسیر بشه. چون این باور مانع فراوانی و ثروت میشه، بعد تو ظاهر مطلب رو میبینی، فکر میکنی که این حقیقته و فکر میکنی که آره ببین، من تا زمانی که آدم خوبی باشم شرایط مادی خوبی نخواهم داشت، و این اشتباهه، این کاذبه. ولی این دیدگاه و باور اشتباه هم مانع فراوانی ثروت میشه، هم ممکنه باعث بشه تو تغییر مسیر بدی که به نفعت نیست. اوکی، میخوام یه ارتباطی داشته باشیم با خالق. چرا باید یه عده اینقدر مهربان با گذشت باشن که دیدن غم تن دستی دیگران رو آزارشون بشه، هرچند چین را خدمت کنند و یک عده بی تفاوت؟ خب این بنا به سطح آگاهی و رشد روحه، بلوغ روح، بنا به سطح آگاهی و رشد روح و بلوغ روح. معمولا افرادی که در این زمینه آگاه هستند روحشون تجربه بیشتری داره و بالغتره، درک کرده که نباید آزار بده، فهمیده که نباید بد درستکار باشه، مهربان باشه. این بسته به سطح آگاهی شخص و بلوغ روح درونش داره. اوکی، حالا یه ارتباطی داشته باشیم با خالق. گودی کف پا راستتون، خب کف پاها چاکرا ما داریم، احتمالا جریان انرژی در کف پاتونه که در چاکرای کف پاتونه که داری احساس میکنی، چون کف پا چاکرا هست. آره، ارتباطی با خالق داشته باشیم. کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف. اوکی، دریافتی از روح بزرگ بستگی به خودت داره، به دریافتی خودت داره. و سوالی که پرسیدی، سوالی که میپرسید و ساده و مشخص بپرسید، اونطوری بهتر جواب میگیرید. اوکی عزیزانی که سوالات با سوال دارن، یادتون باشه میتونید در جلسه رایگان جواب به سوال شرکت کنید. برای شرکت در کلاس از واتساپ یا تلگرام پیام بدید، اسم، فامیلی و اینکه ساکن کجا هستید رو بفرستید با آیدی اسکایپ که
شرکت کنید در جلسه رایگان جواب سوال. اوکی، کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف، سر کمی بالا، چشم بسته، نفس های عمیق. دستاتون رو میتونید یا بذارید زیر شکم یا بذارید روی پاهاتون به حالت راحت و ریلکس. نفس های عمیق. تصور بکنید یه خورشید بسیار زیبا و درخشان که مثل خورشید آسمان در حال درخشیدنه. این خورشید نمادیه برای خالق. خدای مادر بودی از خود همون خالق هست. خالق در عین یگانگیش ابعاد مختلفی داره. این خورشید رو میتونید نماد کنید برای خدای مادر. اگرم راحت تر هستید میتونید بگید خالق. خورشید رو که تصور کردید، تصور کنید این نور خورشید داره به شما میتابه، به کل جسمت داره میتابه. نورش به تو میتابه و از تو رد میشه، داری پر از نور میشی. تمام سلول های بدن تو داره پر از نور میشه. تمام چاکرای تو دارن پر از نور میشن، چاکرای قلب داره پر از نور میشه. و تمام وجودت اینقدر پر از نور طلایی میشه که داری تبدیل میشی به یک شعله طلایی رنگ. کل وجودت داره تبدیل میشه به یک شعله طلایی رنگ. نور طلایی انرژی عشق و بخشش داره و شعله طلایی پاکسازی میکنه و انرژی عشق و بخشش داره. یعنی با این تصور دارید به خود درمان میدی، داری پاکسازی میکنی. اوکی، با من تکرار کنید. سلام به خدای مادر مهربانم. خدای مادر مهربانم، از اینکه به من عشق میورزی سپاس گذارم. خدای مادر مهربانم، منو ببخش برای نادانی هایی که کردم و کمکم کن خودم رو هم ببخشم. ای خدای مادر مهربانم، از تو درخواست میکنم من رو و خانوادم رو و تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند رو هم در این عمر هم در عمرهای آینده حمایت، هدایت و حفاظت کن در مسیر نور. ای خدای مادر مهربانم، از تو درخواست میکنم من رو هم در این عمر و هم در عمرهای آیندم در مسیر نور قرار بده. افکار و احساسات و روحم و خواسته هایم رو بلسینگ بده به طوری که من همیشه در همه عمرهام انتخاب کنم در مسیر نور بودن رو. ای خدای مادر مهربانم، اگر در هر زمان یا مکانی، در هر تناسخی یا در هر بودی من خواستم از مسیر نور خارج بشم، مانع من شو و منو هوشیار کن و من رو در مسیر نور هدایت کن، در مسیر نور حفاظت کن. ای خدای مادر مهربانم، اگر من خواستم حتی به انتخاب و اختیار خودم مسیری رو انتخاب کنم که به صلاحم نیست و در مسیر نور نیست، مانع من شو و من رو برگردون به مسیر نور. هر کاری لازمه بلسینگ به من بده و انجام بده که من در مسیر نور باشم و در مسیر نور بمانم و خوب انتخاب کنم اونطور که به صلاح خودم هست. خدای مادر مهربانم، به من آگاهی بده، منو هوشیار کن که همیشه خوب برای خودم انتخاب کنم. ای خدای مادر مهربانم، از شما درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ بده که همیشه پایدار و قوی در مسیر نور قرار بگیرند.
آگاه باشیم که صادق بودن و درستکار بودن همیشه به نفع ماست. آگاه باشیم که ما میتونیم یک مسیر آگاه و صادقانه و معنوی داشته باشیم و همزمان رفاه مادی هم داشته باشیم. ای خدای مادر مهربانم، به افکار من، به باورهای ناخودآگاه من بلسینگ بده، بلسینگ آگاهی که از باورهای کاذب بیرون بیام و آگاه و بیدار بشم. ای خدای مادر مهربانم، به من و تمام مردم ایران که به نور خدمت می کنند بلسینگ بده برای باز شدن قلب هامون و بیدار شدن از خواب دنیوی و آگاه شدن که ما همه یکی هستیم. حالا یه 2 دقیقه ذکر میگیم. حواستون به خورشید باشه. من عاشق خدا هستم، من عاشق خدا هستم، عاشق مردم جهان هستم، من عاشق خدا و 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 مردم جهان هستم، من عاشق خدا هستم، من عاشق خدا هستم، من عاشق خدا هستم، من عاشق خدا هستم، ای خدای مادرم من عاشق تو هستم، ای خدای مادرم من عاشق تو هستم، تو را می پرستم، تو را می پرستم، ای خدای مادرم من عاشق تو هستم، ای خدای مادرم من عاشق تو هستم، ای خدای مادرم من عاشق تو هستم، من عاشق خدا و مردم جهان 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 هستم،
من عاشق خدا و مردم جهان هستم. من عاشق خدا و مردم جهان هستم. من عاشق خدا و مردم جهان هستم. بدنتون رو کمی تحرک بدید، کف پاتون رو فشار بدید به زمین، چشماتون رو آرام باز کنید. میتونید حالا پیام بدید که حستون با این تمرین چی بود؟ حالا یکی از عزیزان گفته بودن تمرین برای باز شدن قلب، خود این ارتباط با خالق خیلی تأثیر داره در باز شدن قلب. خود ارتباط با خالق بهترین درمانه، به ارتعاش کمک میکنه، به باز شدن قلب کمک میکنه، خیلی حس آرامش میاره. عالی، سبک، عالی بود. من چقدر تکان شدید به طوری که داشتم میافتادم. سلام، من گریه کردم. عالی بود استاد. همجا چی میدیدید؟ حس آرامش، عالی بود. سلام، من سرم سنگین شد. من دیدم که جعبه هایی پر از پرتقال به سمتم کشیده می شد. خب خوبه. بسیار حس خوبی بود. بی نهایت سپاس. سپاس استاد، مثل همیشه عالی بود. خمیازه، ریزش اشک، بی اختیار، عالی بود. تمام بدنم داغ شد. سپاس استاد. برای اولین بار احساس کردم امواجی از نور آبی و شفاف از درون من رد می شد. همون انرژی بوده که داشتی دریافت می کردی. من یک پای زیبا با انگشتان لاک زده و شیک دیدم. چی بود؟ ممکنه خودت بودی، بدن نوری خودت بوده شاید دیدی. کف دستم انرژی گرما رو در حال چرخش احساس میکردم. بسیار آرام بخش بود. سپاس. احساس گرما. من هر کار میکنم مقابل خورشید درخت میبینم. اشکالی نداره. سرم سنگین شد و بدنم داغ. عالی بود استاد. حس عشق و آرامش داشتم. موردی نداره. بعضی اوقات ممکنه چون خیلی ریلکس میشی ممکنه اون تصویر رو رها کنی. اشکالی نداره. مثلا تو حالت خلاص که میری ممکنه اون نمادت رو رها کنی. موردی نیست. در آخر حس کردم درونم تمام، من تبدیل به یک شعله شد. بسیار خوب، عالی بود. من خمیازه زیاد و اشک ریختم. استاد، همه چی با شما عالیه. بی‌نهایت سپاس. مرسی ازم. من خودم را داخل خورشید دیدم و اونقدر حس خوبی داشتم که نمیتونستم از این ذکر بیرون بیام. عالی بود و گریه کردم. فکر کنم منظورتون تایپ شده گیه، ولی فکر کنم منظورتون گریه است. گرم شدم. گرمای خورشید را حس میکردم. بسیار خوب. شعله در تنم آمد. باز داغ. نور سبز از خورشید میتابید. آخر یک پاشنه پایم سوخت. اشک جاری شد. حس عشق. بسیار خوب. همه جا رو سیاه دیدم و عشق ریختم. بسیار خوب. حسم عالی بود و نور خورشید سبز فسفوری بود. به سمتم می آمد.
خیلی اوقات حس رنگ سبز ربط به چاکرای قلب داره، هم میتونه هم نمادیه برای تغییر انرژی هم چاکرای قلب. حس آرامش و چشمام سنگین شد. استاد فقط خواب شبانه میشه؟ بله، تو برنامه ها من راجع به درخواست قبل از خواب صحبت میکنم. برای تکنیک های بیشتر میتونید تو کلاس ترمیه من شرکت کنید. اگه میخواید به تکنیک های بیشتر آگاه بشید میتونید تو کلاس ترمیه من شرکت کنید. خمیازه و داغ شدن. وقتی خورشید رو در ذهنم تجسم میکنم و ارتعاش نورش رو میبینم و حس میکنم، خیلی دوست دارم. ای کاش گرموش هم حس میکردم. من همیشه خورشید رو در شب میبینم. تصورم میشه توی شب خورشید رو میبینم. موردی نیست؟ بسیار عالی بود. ممنون دختر گلم. سردرد و اشک. سپاس حس آرامش. کف دست و پاهام انرژی رو احساس کردم. خورشید رو کامل دیدم و حس عالی داشتم. خیلی به آهنگ شما عادت نداشتم. خدا بهتون سلامتی بده. مرسی، به شما هم سلامتی بده. قبل از خواب درخواست به دمان با تا باور تا با درخواست به درمان بکنم. شاید منظورتون به درخواست با کارمای مادره. خواب دیدم اعضای بدنم، کلیه ها و رحم از بدنم بیرون ریخته و سالم بودن. چه معنی میده؟ به نظر میاد اگه یه سری مسائل جسمی دارید، ربطی داره به کارما با مادر. من خیلی مردم رو دیدم. نور بسیار زیادی از درونم بود. آنقدر نور زیبا بود. تمام رگ و قلبم مثل یک قلب نور جایی اونقدر بود که ترکیدم. همش نور شدم و گریه زیاد کردم. انگار داشتم فیلم می دیدم. خیلی جالب بود. بسیار خوب. سپاس استاد علی. سپاس. از روح بزرگم سوال کردم آیا با دوست پسرم ازدواج میکنم یا نه. یکی تو خواب به هم گفت اگر پدر مادرش راضی بودن تا حالا میمدن خواستگاری. خب مسلما گاهی اوقات این مدل سوال که میپرسید احتمالات رو میتونه به شما نشون بده، چون انتخاب دو طرفین اینجا شرط، انتخاب شما، انتخاب اون پسر و شرایط اینجا تأثیر داره. گاهی اوقات این که مثلا بپرسه من با این شخص ازدواج میکنم یا نه، این مدل سوال پرسیدن ممکنه خیلی به شما جواب نده، چون خیلی وابسته یه نتیجه هستی. یعنی میدونید مثلا خواستت اینه که اون حتما بیاد، مثلا خواستت اینه که میخوای ببینی که باش ازدواج میکنی، چون خیلی وابسته جوابش هستی و نتیجه ممکنه خیلی خوب بهت جواب نده. حالا به نظر میاد که شما جواب گرفتی، که مثلا جواب شاید این بوده که مادر پدرش راضی نیستن یا باش همکاری نمیکنن. ولی سوال بهتر اینه که اول بپرسی آیا این شخص به صلاح من هست یا نه، یا برنامه ریزی خودم برای ازدواج چیه. این مدل سوال بهتره. چگونه تا چند شب بعد از روح بزرگ درخواست کرد تا جواب گرفت؟ بستگی به سوالتون داره و دریافتی خودتون. اگر سوالتون واضح و مشخص باشه و خودت هم آمادگی دریافتش رو داشته باشی، تو همون شب اول ممکنه جواب بگیری. میتونید حتی از فرشته‌های نگهبانتون ریشه یابی کنید. فقط یه نکته این که روح بزرگتون فقط میتونه به کارما درمان بده. ولی میتونی از فرشته‌های نگهبان ریشه یابی کنی، یا از معلمای نوریت ریشه یابی کنی، یا از روح بزرگت ریشه یابی کنی.
بعضی اوقات ممکنه دریافتی ها بر افراد متفاوت باشه از یکی ممکنه بهتر دریافت کنن جواب رو. ولی نوع سوالی هم که میپرسی، فرم سوالت و اینکه آیا آمادگی جواب داشته باشه خیلی تاثیر داره. ولی ممکنه تماشا به اول دریافت کنید. بعضی اوقات ممکنه چند بار لازم باشه. گاهی اوقات فرم سوالتون رو تغییر بدید. بعد ببینید تو دریافتیتون چه تأثیری میده. و سوال رو ساده و مشخص بپرسید. سوال رو پیچیده نکنید با چند قسمت. ساده و مشخص. اگه روزی برسه که شما دیگه نباشید ما چیکار کنیم؟ شما خالق رو داری، معلمای نوریت رو داری، فرشته های نگهبانت رو داری، تیم خوبی همراه شما هست، به اضافه دانش و آگاهی هایی که من طالب شما دادم. شما تنها نیستی. این حقیقت مطلبه که همه ما اینجا مسافریم. همه ما یه روز میام یه روز میریم. یکی از اهداف اصلی من اینه که شما احساس خودکفایی داشته باشید. خودکفا باشید. و خودکفا هستید، یا بالواقع آگاه بشید که خودکفا هستید. ولی شما تنها نیستید. شما چند تا معلم نوری داری، فرشته نگهبان داری، محافظ داری، روح بزرگت که جزی از خودتو هست، روح درونه که جزی از خودتو هست، و خالق مهربونمون، فرشته های مقرب، اسبای شاخدار، تیم خوبی در کنار شما هست. بالفرضم که اگرم من خروج کردم، روحم که زنده است، ممکنه در جسم نباشم ولی روحم زنده است. بعدم میتونید این ویدیوها رو سیو کنید، بر خودتون نگه دارید که همیشه براتون یه یادآوری خوبی باشه. ولی شما خودکفا هستید. خانم من دیدم که شما موقع ذکر ارتباط با خالق یک سینی پر از استکانهای طلایی و قشنگ به من دادید. خب خیلی خوبه. بهتون انرژی داده شده. خوبه. و ظاهرا شما به خوبی دریافت کردید. میشه خانم ابریشم تو کلاس پاکسازی شرکت کنید. از واتساپ درخواست بدید برای شرکت در کلاس پاکسازی فضا. چجوری باید از روح بزرگ درخواست کرد تا جواب بهمون بده؟ اول اینکه قبل از خواب درخواست رو میدی و درخواست رو 3 بار تکرار میکنی. ولی جمله ساده باشه. مثلا اگه مشکل مالی داری میتونی بگی به من نشون بده ریش چه چیزی مانع فراوانی و ثروت میشه. یا حتی میتونی مشخص ترش بکنی، بگی که به من نشون بده ریشه کارما رو. میتونی مجزا بپرسی، بگی ریشه ذهنیش رو به من نشون بده یا ریشه احساسیش رو به من نشون بده. یا مثلا در مورد ازدواج، اینکه برنامه ریزی من برای ازدواج چیه؟ سوالتون ساده باشه، پیچیده نباشه، ساده و مشخص باشه. چون هرچی سوالت ساده تر باشه جواب رو بهتر درک میکنی. و اینکه خیلی وابسته نتیجه نباشی. چون بعضی اوقات مثلا حتی اگه ریشه یابی داری میکنی برای ریشه کارما، اگر صحنه چیزی باشه که تو نمیخوای ببینی دریافت نمیکنی. مثلا کارما شاید یه سنگین باشه یا یه مقدار غلیظ باشه یا یه خطاییه که تو نمیخوای ببینی، نمیخوای بدونی که این کاری کردی. این ممکنه باعث بشه که دریافتش نکنی. حالا بستگی داره تو چه زمینه شما ریشه یابی کردی. اون 9 ثانیه بیشتر وقت نداریم. ببینم
او ساعت 2 ساعتم شده، من بعد به زودی خدافزی کنم. من خودم رو دیدم که از نور زیاد منفجر شدم. اگر احساس کردی که توی سینه حس انفجار داشتید، بعضی اوقات حس انفجار توی سینه ممکنه ربط داره به باز شدن قلب. این حس انفجار رو ممکنه تجربه کنید. آیا میشه تمام روز از توپ طلایی دریافت عشق استفاده کرد؟ اگه منظورتون توپ رنگین کمانه، توپ رنگین کمان رو روزی 5 دقیقه یا کمتر بیشتر استفاده نمی کنید. برای حفظ تعادل، توپ رنگین کمان ارتعاش بالایی داره. برای حفظ تعادل استفاده از توپ رنگین کمان بعد روزی 5 دقیقه یا کمتر باشه. و بسیار توانمنده، یعنی همون چند دقیقه هم اثر بخش کافیه. چگونه از روح بزرگ درخواست کنیم؟ قبل از خواب سوالتو میپرسی، 3 بار سوالتو تکرار میکنی، بعد میخوابی، در خواب به شما جواب میدن. مثلا اگه مشکل مادی داری میگی از روح بزرگم درخواست میکنم در خواب به من نشون بده چه چیزی مانع پول و ثروت برای من میشه. بعد اینو 3 بار تکرار میکنی میخوابی. اگه مشکل شغلی داری قبل از خواب 3 بار میگی از روح بزرگم درخواست میکنم در خواب به من نشون بده چه چیزی مانع پیشرفت شغلی من میشه. هر سوالی داری میپرسی، 3 بار تکرار میکنی، بعد میخوابی، در خواب به شما جواب میدم. مرسی، عالی بود، اشکام سرازیر شد، خیلی عزیزی، مرسی. فرشته مهربون قشنگ شکوفه صورتی رو سرم ریخت، بهتون ورچو دادن. شکوفه های صورتی ورچو بوده که این خیلی خوبه، به شما ورچو دادن و چیزهایی هم میگفتن که خوب بود. ممنون. در پناه خالق تندرست باشید. مرسی. من یهو به دلم افتاد به یه دوست قدیمی پیام بدم. مادر من دشمن منه، چیکار کنم؟ خب یعنی با هم کارما دارید، تو عمرهای قبل با هم این همچین رابطه ای داشتید، بعد به کارما درمان بدید. تو عمر بعضی اوقات اینا تو برنامه چی بود، برنامه پیش بود، من وقتم هم تموم شده، راجبه صحبت کردم. حسی که به هم دارید ربط داره به عمرهای قبل، به کارماتون. اوکی، من بعد خدافظی کنم چون اگه بیشتر بشه موبایلم سیو نمیکنه. آره، دی 2 ساعت شده. برای استفاده از توپ رنگین کمان یک کلیپ توی کانال هست، سرچ کنید در کانال تلگرامم، کانال امیر تلگرام سرچ کنید چگونه توپ رنگین کمان، بهتون پیدا میکنه، این کلیپ رو بهتون نشون میده. از حضور همگی شما بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که همیشه هم در این عمر هم در عمرهای آینده در مسیر نور باشیم، خوب، شاد، آگاه، صادق، درستکار و پولدار در مسیر نور. از اینکه با هم همسفر هستیم از خالقم بسیار سپاسگزارم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. از این ایام قبل از عید لذت ببرید. این اوقات بهاری بسیار اوقات زیباییه. ازش لذت ببرید. ازش بهترین استفاده رو بکنید. شاد باشید. تا دوشنبه بعدی در آغوش پر عشق خالق باشید.